ما با ماتریس های 2x2 وارونش آشنا شدیم، یعنی یاد گرفتیم چه شکلی وارون ماتریس های 2x2 رو به دست بیاریم. اما ماتریس 3x3 چه شکلی وارونش به دست میاد؟ طبق رابطه‌ای که ما بهتون یاد دادیم همیشه ماتریس وارون میشه 1/روی دترمینان در آ ستاره که آ ستاره بود ماتریس الحاقی. دوباره همین رابطه برای ماتریس‌های 3x3 هم برقراره، با این تفاوت که آ ستاره دیگه مثل ماتریس‌های 2x2 به اون راحتی به دست نمیاد. اول قبل از اینکه بخوام شروع کنم بهتون یاد بدم آ ستاره چه شکلی به دست بیاد، میخوام شما رو با یک ماتریس به نام ماتریس همسازه‌ها آشنا کنم. نگاه کنین بچه‌ها، ماتریس همسازه‌ها ماتریسی که میایم به جای هر درایش همسازش رو قرار میدیم. مثلا من میام به جای درایه 1 2 همسازه 1 2 رو قرار میدم و برای مابقی درایه هم همین کارو تکرار میکنم. مثلا اگه من یه ماتریس داشته باشم مثل ماتریس آ که اینا درایه هاش باشن، وقتی میخوایم ماتریس همسازه هاش که حالا یا با ام یا با ان نشونش میدن، میام به جای تک تک درایه ها همسازه اونا قرار میدیم. یعنی مثلا به جای درایه 1 1 همسازه 1 1، به جای درایه 1 2 همسازه 1 2 رو به دست میاریم. خب حالا من این ماتریس همسازه رو به دست آوردم، به چه درد من میخوره؟ نگاه کن، وقتی تو بخوای ماتریس الحاقی ماتریس‌های 3x3 رو به دست بیاری، میای ترانهاده ماتریس همسازه ها رو به دست میاری. پس ماتریس الحاقی ماتریس های 3x3 میشه ترانهاده ماتریس همسازه هاش. یعنی اگه ماتریس همسازه هاش مطابق اون چیزی که در اسلاید قبلی گفتم این ماتریس باشه، آ ستاره رو که خواسته به دست بیاری کافی اینو ترانهادهش کنی. یعنی سطر اولت که آ1 1 آ1 2 آ1 3 میاد تو ستون اول آ1 1 آ1 2 آ1 3. سطر دوم آ2 1 آ2 2 آ2 3 میاد جای ستون دوم آ2 1 آ2 2 آ2 3 و به همین ترتیب سطر سومت هم میاد جای ستون سوم قرار میگیره. پس من بلد شدم ماتریس های 3x3 الحاقیشون چجوری به دست میاد. شاید هم تو ذهنت این میاد که خیلی طولانیه، من باید برم تک تک همسازه ها رو به دست بیارم. بله، در مسائل تشریح باید تک تک همسازه ها رو به دست بیاریم، در ماتریس همسازه ها بچینیمش، ترانهادهش کنیم، آ ستاره به دست بیاد، بعد بریم دترمینان ماتریس آ رو حساب کنیم، بعد طبق رابطه آوارون میشه 1/روی دترمینان در آ ستاره، بریم چیکار کنیم؟ آوارون رو پیدا کنیم. ولی نگران نباشه، در جلوتر که بخوام تست هاشو حل کنم بهتون یه راه بهتر یاد بدم که سریعتر من بتونم توی گزینه‌ها تو مسائل تست ماتریس وارون رو بدون که این همه راه بخوام برم محاسبه کنم. ولی در مسائل تشریح بعد راه کلیشو بلد باشیم. ماتریس معکوس هم که میدونیم ماتریسی که اگه تو خودش ضرب بشه برابر با آی میشه، توی ماتریس 2x2 بررسی کردیم. رابطه‌ش هم که میدونیم آ منهای میشه 1/روی دترمینان در آ ستاره. یه تست با هم دیگه، مثال با هم دیگه حل کنیم. وارون ماتریس زیر را بیابید. خب یه ماتریس به من داده 3x3، گفته برو وارونش حساب کن. طبق رابطه‌ای که بهت گفتم اول باید بیام ماتریس همسازه ها رو پیدا کنم. وقتی بخوام بیام ماتریس همسازه ها رو پیدا کنم باید تک تک همسازه ها رو حساب کنم. خب بریم حساب کنیم. اول همسازه 1 1 ما یاد گرفتیم همسازه 1 1 میشه منهای 1 به توان جمعشون، سطر 1 و ستون 1 رو آتش می‌کردیم میشه منهای 1 0 3 2. اینجا یادداشت می‌کنم، حاصلش رو حساب کنم میشه -2. بریم همسازه 1 2 رو حساب کنیم. 1 2 یعنی سطر 1 ستون 2 رو بنداز دور، منهای 1 0 1 2 رو اینجا یادداشت کن. یه دونه منهای 1 به توان جمع، اینم که پشتش می‌نویسیم. قبلا در فیلم در فصل قبل اونجا که داشتم ماتریس‌های 3x3 دترمینانتش رو یاد می‌دادم، توی یک فیلم کامل در مورد همسازه و کهات باهات صحبت کردم، ولی به طور کامل بلدیم که حاصل این برابر با 2 میشه. بریم همسازه 1 3 رو حساب کنیم. همسازه 1 3 میشه منهای 1 به توان جمع 1 با 3 که میشه 4. حالا سطر 1 ستون 3 رو ات می‌کنم، عددی که باقی میمونه رو اینجا یادداشت می‌کنم که حاصل برابر میشه با -2، یعنی میشه منهای 3 به علاوه 1 که میشه -2. بریم بعدیش آ2 1 رو حساب کنیم. آ2 1 میشه منهای 1 به توان جمعشون، سطر 2 ستون 1 رو ات می‌کنم، 2 0 3 2 میشه، حاصلش میشه -4. همسازه بعدی آ2 2، سطر 2 ستون 2 رو ات میکنم، 4 0 1 2 رو اینجا یادداشت میکنم. یه دونه منهای 1 به توان جمعشون یعنی 4 مینویسم، حاصل برابر با 8 میشه. همسازه بعدی آ2 3 میشه منهای 1 به توان 5. دوباره همون کار تکرار میکنم، سطر 2 و ستون 3 رو حذف میکنم، اعدادی که باقی میمونه رو اینجا یادداشت میکنم، حاصلش که حساب کنم میشه -10. و به همین ترتیب بریم همسازه های سطر سومم یعنی 3 1 3 2 و 3 3 رو حساب میکنم. همسازه 3 1 میشه منهای 1 به توان جمعشون 4، سطر 3 ستون 1 رو ات میکنم، اینجا یادداشت میکنم که برابر با 0 میشه. همسازه 3 2 میشه منهای 1 به توان 5، سطر 3 ستون 2 رو ات میکنم، 4 0 منهای 1 0 یادداشت میکنم و حاصل به دست میاد 3. و در نهایت همسازه 3 3 که میشه منهای 1 به توان 6، حالا سطر 3 و ستون 3 رو ات میکنم، 4 2 منهای 1 منهای منهای یک که میشه منهای چهار به علاوه دو میشه منهای دو. من همه این همسازه ها رو به دست آوردم، دقیقاً هم به ترتیبم نوشتم. یعنی الان من ماتریس همسازه ها در واقع من نوشتم. ماتریس همسازه ها ماتریسی بودش که به جای هر درایه همسازش قرار می گرفت. پس اگه یک ماتریس 3 در 3 من اینجا داشته باشم، اینا میشن چی؟ درایه های ماتریس همسازه ها. پس ماتریس همسازه ها میشه منهای دو دو منهای دو، سطر دومش میشه منهای 4 8 منهای 10 و سطر سومش میشه 0 0 و منهای 2 که من اینا اینجا یادداشت کردم که دقیقاً همون عددهایی که به دست آورده بودم و توی ماتریس همسازه ها یادداشت کردم. سوال ماتریس وارون رو میخواد. ما برای ماتریس وارون باید ماتریس آستاره یا ماتریس الحاقی رو به دست بیاریم. ماتریس الحاقی هم که میدونیم چی میشه؟ ترانهاده ماتریس همسازه ها میشه. پس من اینو باید ترانهادهش کنم. یعنی میشه منهای 2 2 منهای 2 جای ستون اول، منهای 4 8 منهای 10 جای ستون دوم، سطر سومم که 0 0 منهای 2 رو جای ستون سوم یادداشت میکنم. پس من آستاره رو به دست آوردم. پس من آستاره دارم، ماتریس آ رو دارم. میدونم آوارون رابطش میشه 1 بر روی دترمینان در آستاره. تا اینجا من رفتم فقط آستاره رو به دست آوردم. باید دترمینان آ رو هم به دست بیارم. خب بریم دترمینان آ رو به دست بریم. دترمینان که یه ماتریس 3 در 3، من اینو میرم از روش بست استفاده میکنم جای ساروس. میبینیم ما روش‌های مختلفی هستن. 3 تا روش برای به دست آوردن به دترمینان به یاد دادیم. یه روش ساروس بود، یه روش بست، یکم با استفاده از اون ویژگی‌ها که بالا مثلثی یا پای مثلثیش می‌کردیم. بهت گفته بودم اگر در سطر یا ستونی 2 تا 0 داشتی بهتر از بست بری، چون اینجا من 2 تا 0 میبینم توی ستون سوم، اینو بستش میدم حول ستون سوم. یعنی چی؟ میگم این درایی که 1 3 در همسازش، این درایی که 2 3 در همسازش و این درایی که 3 3 در همسازش. خب این که 0 اینم که 0 در همسازشون هم که ضرب بشن 0، فقط میشه 2 تا همسازه 3 3 که حاصل میشه منفی 4. پس من به جای دترمینان آ منفی 4 میذارم، به جای آستاره هم که اون ماتریسی که به دست آوردم میذارم، منهای 1/4 که حاصل عدد پشت دترمینان من پشت ماتریس من میشه رو در کل ضرب میکنم، میشه 1/2 1 0 منفی 1/2 منفی 2 0 1/2 5/2 1/2. ماتریسی که من اینجا به دست آوردم وارون ماتریس آ منه. پس بچه دقت کنید، من یاد بهت دادم که اگر خواستی بری وارون یک ماتریس 3 درصد رو به دست بری چه مراحل رو باید طی کنی. یه ذره طولانی بود. من اول ماتریسی که بهم داد تک تک همسازه‌هاش رو حساب کردم، عددهایی که به دست آورد و چیدم تو ماتریس همسازه‌ها، یعنی به جای هر درایه همسازه‌اش قرار دادم. بعد اومدم ترانه‌هاش کردم، آستاره به دست اومد. بعد دترمینان حساب کردم و بعد که دترمینان حساب کردم آستاره رو حساب کردم، تو این رابطه جایگذاری کردم و حاصلش به دست اومد. ولی بچه همیشه که انقدر بخوام این همه طولانی بخوام حل کنیم زیاد سخت میشه. در مسئله تستی میتونیم از این راه استفاده کنیم. اگر فقط 1 درایه از ماتریس الحاقی رو خواستیم نیاز به دست آوردن کل ماتریس الحاقی نیست. میتونیم از این رابطه‌ای که الان بهت میگم فقط همون 1 درایه رو به دست بیاریم. این اگه تو فقط درایه 1/2 ماتریس الحاقی رو خواستی کافی همسازه 2 1 رو حساب کنی، یعنی همسازه برعکس. خیلی واضحه. شما میدونین که اگر من یک ماتریس همسازه ها داشته باشم ترانهاداش کنم میشه الحاقی. خب ماتریس همسازه درایه 1/2 ترانهادا بشه میره جای 2 1 قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی درایه 1/2 ماتریس الحاقی همسازه چی قرار گرفته؟ 2 1. اینی که دارم بهت میگم برای به دست آوردن ماتریس الحاقیه اگه تک درایه‌شو بخوایم. خب دانشجو ممکنه سوال بپرسه که خب اگه توی کنکور سراسری یا توی یک مسئله تستی بهم گفتن کدام گزینه ماتریس الحاقیه، ماتریسی که بهت دادم کدوم گزینه اون میشه، تو لازم نیست بری کل ماتریس الحاقی به دست بیاریم کدوم گزینه میشه. یه درایه یا 2 تا درایه‌شو به دست بیار، گزینه درسته که اون 1 درایه یا اون 2 تا درایه‌اش با اون عددی که تو به دست آوردی یکی باشه. قاعدتا همه گزینه‌ها که این ویژگی رو ندارن. بریم یه مثال حل کنیم. مجموع درایه های سطر سوم ماتریس الحاقی ماتریسی که داریم میبینیم کدام است؟ خب یک ماتریس به من داده 3 در 3، اومده گفته مجموع درایه های سطر سوم ماتریس الحاقی، یعنی اگه من یه ماتریس الحاقی داشته باشم این درایه ها رو از من میخواد. پس من لازم نیست برم کل ماتریس الحاقی رو به دست بیارم، فقط این درایه ها رو به دست میارم. یه نکته بهت گفته بودم، تو درایه سطر آی و ستون جی ماتریس الحاقی رو خواستی کافی همسازه برعکس رو حساب کنی. یعنی چی؟ خب بچه‌ها درایه چنده؟ درایه 3 1 الحاقی. پس 3 1 الحاقی میشه همسازه 1 3. خب همسازه 1 3 هم بلدم، یه دونه منهای 1/4 می نویسم، سطر 1 و ستون 3 رو ات میکنم، 1 0 0 1 اینجا یادداشت میکنم، حاصلش برابر 1 میشه. یعنی من به راحتی فهمیدم این 1، بریم بعدی، همسازی درایی 3 2 رو میخوام به دست بیارم. بچه این درایی چند چنده؟ سطر 3 ستون 2. سطر 3 ستون 2 چی؟ الحاقی. پس این باید سطر 3 ستون 2 الحاقی رو به دست بیارم. طبق رابطه‌ای که به یاد دادم، سطر 3 ستون 2 الحاقی میشه همسازه برعکسش، یعنی همسازه 2 3. همسازه 2 3 هم که می‌خوایم به دست بیاریم میگیم منهاک به توان 5. سطر 2 ستون 3 رو اوتش می‌کنم، میشه 3 1 0 1. 3 1 0 1 حاصل به دست میاد منفی 3. حالا میرم همسازی ببخشید درایه 3 3 رو به دست بیارم، آخرین درایه‌مو. درایه 3 3 ماتریس الحاقی میشه همسازی برعکسش که اونم میشه 3 3، میشه منهای 1 به توان 6. سطر 3 و ستون 3 رو اوت میکنم، 3 1 1 0 رو اینجا یادداشت میکنم که حاصل این به دست بیاد منفی 1. یعنی 1 منهای 3 منهای 1 به ترتیب شدن اعداد سطر سوم ماتریس الحاقی من. بدون که کلش رو به دست بیارم سریع اون سطح درایی که می‌خواستم. حالا سوال مجموع درایی سطر سوم خواسته که مجموعشون برابر با منهای 3 میشه. حالا سوال اینجاست، من اینجا بهت یاد دادم که ماتریس الحاقی رو اگه یک درایی یا دو تا درایی در نهایت سه تا دراییش از ما خواستن چه شکلی حساب کنیم. اگه ماتریس وارونه خواستن چی؟ اگر یک درایی از ماتریس وارونه از من خواستن کافیه از این رابطه حساب کنم. آی و جی آوارون میشه همسازی جی و آی بر روی دترمینان. در واقع شما میدونین اگر ماتریس الحاقی یه دونه یک بر روی دترمینان توی ضرب بشه میشه ماتریس وارون. من توی اسلاید قبلی بهت یاد دادم آی و جی آ ستاره رو خاصی به دست بیاری کافی همسازی برعکسش حساب کنیم. حالا اگه یه دونه مخرجش دترمینان بیاد میشه آوارون. پس من اگه خواستم مثلا دارم میگم درایه 2 3 آوارونه حساب کنم کافی همسازه 3 2 ماتریسی که به داده رو به دترمینانش تقسیم کنم که اینجا هم میدونیم آی و آی جی ماتریس وارون یعنی درایه سطر آی و ستون جی ماتریس معکوس یا ماتریس وارون من. بین تستم از این حل کنیم. درایه مربوط به سطر اول و ستون دوم ماتریسی که داریم میبینیم کدام است؟ خب توی یک مسئله تستی یک ماتریس به من داده گفته فقط درایه سطر اول و ستون دوم اینو به دست بیار. تو لازم نیست بری کل اون داستانایی که ماتریس معکوس بخوای حساب کنی، بری ماتریس همسازه ها رو حساب کنی، بعد بری ترانه‌اش کنی الحاقی بشه، بعد دترمینان بگیری، بعد یک بر دترمینان رو در آ ستاره ضرب کنی و ماتریس وارون رو کلش رو به دست بری، تازه ببینی سطر اول ستون دو چی میشه. فقط همین یه درایه رو به دست بیار. خیلی سریع من میدونم طبق رابطه‌ای که داشتیم درایه سطر آی ستون جی معکوس میشه همسازه برعکس بر روی دترمینان. یعنی چی؟ یعنی سوال گفته درایه سطر اول ستون 2 معکوس رو به دست بیار. من میام همسازه 2 1 رو به دترمینان تقسیم میکنم. فقط قبلش باید دترمینان رو حساب کنم. خب دترمینان ماتریس رو از روش ساروس میام حساب میکنم. دو تا سطر اول پایین یادداشت میکنم. دیگه بلدیم ضرب اینا میشه منهای 8، ضرب اینا میشه منهای 3، ضرب اینا میشه 0، ضرب اینا 0 با علامت منفی، ضرب اینا میشه 18 با علامت منفی و ضرب اینا میشه چند؟ 0 که اینجا نوشتمش. حاصل به دست میاد منفی 29. خب حالا من جای دترمینان آ منفی 29 میذارم، جای همسازه 2 1 هم که به راحتی به دست بیاد میشه منفی 1 به توان 3. همسازه 2 1 یعنی سطر 2 ستون 1 رو اد کن، 0 1 3 منهای 2 رو اینجا یادداشت میکنم. حاصل اینا که حساب کنم میشه منفی 3، در این که ضرب کنم میشه مثبت 3، یه منفی 29 هم که پایین میشه منفی 3 29 هم. یعنی چی؟ یعنی اینکه تو اگه بری ماتریس وارون رو حساب کنی درایه‌ای که توی سطر اول و ستون دومش قرار میگیره منفی 3 29م. پس من به راحتی تونستم همون یه درایه رو سریع حساب کنم. یه تست دیگه برای اینکه نکته خوب جا بیفته میخوام با هم دیگه حل کنیم. در ماتریسی که داریم میبینیم اگر عضو واقع در سطر دوم و ستون سوم ماتریس معکوس آ برابر 1 باشد مقدار کا کدام است؟ خب تو این سال خودش اومده گفته درایه سطر 2 ستون 3 معکوس عددش شده چند؟ 1. درایه سطر 2 ستون 3 معکوس عددش شده 1 کا چنده؟ طبق نکته‌ای که به یاد دادم درایه سطر آی ستون ج معکوس گفتم همسازه برعکس بر روی دترمینان. یعنی چی؟ درایه 2 3 معکوسه که خاصی به دست بیاری کافی همسازه 3 2 رو به دترمینان تقسیم کنی. خب بچه پس من اول باید برم دترمینان رو حساب کنم. دترمینان عراش ساروس میرم، دو تا سطر اول پایین یادداشت میکنم، اینا رو تا هم دیگه ضرب میکنیم میشه 2، اینا که ضرب کنیم 12، اینا که ضرب کنم کا، اون بریا با علامت منفی میشه منهای 2 منهای 3 منهای 4 کا که سادهش کنم میشه 9 منهای 3 کا. یعنی به جای دترمینان آ 9 منهای 3 کا می نویسم، به جای درایه 2 3 معکوسم خودش گفته 1 می نویسم، همسازه 3 2 هم که به دست بیارم. خب بچه همسازه 3 2 یعنی چی؟ یعنی منهای 1 به توان 5 سطر 3 ستون 2 رو اد کن 1 2 2 1 رو اینجا جایگذاری میکنم. خب یه طرف بسته میکنم، این که میشه 9 منهای 3 کا، اینم حاصلش میشه 1 منهای 4 میشه منفی 3، در این میشه مثبت 3. یعنی 9 منهای 3 کا میشه 3. از حل این معادله مقدار کا به دست میاد برابر با 2. و اما اگر نیومدن یک درایه رو بخوان از ما، یعنی گفتن کل ماتریس وارونه حساب کن، چیکار کنید؟ به این تست دقت کنید. گفته وارون این ماتریس کدام است؟ 4 تا گزینه هم به من داده. خب یکی من پرسید دیگه اینجا مجبورم برم کل درایه‌اشو حساب کنم چون همه‌شو از من میخواد. اون کسایی که یه ذره باهوش‌ترن میگن لازم نیست من برم کل درایه‌ها رو به دست بیارم. تو این جور مسائل به جای اینکه بیایم کل ماتریس وارون رو حساب کنیم، فقط درایه‌ای که در تمام گزینه‌ها متفاوته رو پیدا کنین و ماتریس وارونش رو حساب کنین. هر گزینه‌ای که با عدد ما یکی شد اون جواب. یعنی چی؟ چون فرض کن این گزینه‌هاتونه. من میخوام ماتریس وارون حساب کنم، لازم نیست بری بازم ترکیب که کل ماتریس وارون رو حساب کنی. خیلی راه پیچیده و سختی بود، یعنی طولانی و پیچیده نبود. یه راه طولانی رو طی کنم، ماتریس وارون رو به دست برم، گزینه‌ها بزنم. نه، لازم نیست این کارو بکنی. به این گزینه‌ها دقت کن. خب همه گزینه‌ها که یکی نیستن، وقتی همه گزینه‌ها جوابت میشدن. پس قطعاً باید درایه‌هاش با هم فرق کنه. به نظر شما کدوم یک از درایه‌ها همه عدداش با هم فرق کنه؟ قطعاً درایه یک نیست، چون در همه گزینه‌ها درایه یکش 9. بعضی میاد بیان درایه 1 2 رو حساب کنیم. خب درایه این منهای 6، این صفره، تا اینجا فرق میکنه. این منهای 6، اینم منهای 1. بازم این خوب نیست. میدونید چرا؟ چون دو تا گزینه‌اش یکی شد. سعی کنیم درایه رو پیدا کنیم تو همه گزینه‌ها متفاوته. یه ذره که دقت میکنم میبینم درایه 2 3 تو همه گزینه‌ها فرق میکنه. تو این منهای 2، تو این 3، تو این 2، تو این منهای 3. خب این خیلی خوبه. تو فقط همین یه درایه رو به دست بیار. اگر دیدی منهای 3 شد گزینه 1 درسته. اگر دیدی 2 شد گزینه 2 درسته. اگر دیدی 3 شد گزینه 3 درسته. اگر منهای 2 شد گزینه 4 درسته. پس تو فقط کافیه بری درایه 2 3 رو به دست بیاری. سطر 2 ستون 3. درایه 2 3 رو که میخوام به دست بیارم، بعد همسازه برعکسش رو به دترمینان تقسیم کنم. حالا که میخوام دترمینان رو حساب کنم، چون ماتریس من یک ماتریس بالا مثلثی دترمینان که میشه ضرب قطر اصلی یعنی 9، همسازه 3 هم که میشه منهای 1 به توان 5، سطر 3 و ستون 2 رو میکنم 1 1 0 2 رو اینجا یادداشت میکنم. حاصل میشه 2 در یه منفی ضرب میشه منفی 2 9. همه گزینه‌ها یه دونه 1 9 فاکتور گرفته، پس منم اگه یه دونه 1 9 اینو جادو کنم میشه 1 9 منفی 2. حالا گزینه درسته که درایه سطر 2 ستون 3 منفی 2 باشه، یه 1 9 هم که اون پشت گذاشته. پس گزینه 4 میشه پاسخ درست من. پس بچه دقت کنین که در مسائل ماتریس وارون، مسائل تشریح که کامل یاد گرفتیم، در مسائل تستی بعضی موقع‌ها خودش یک درایه یا نهایتاً یک سطر از ماتریس الحاقی یا ماتریس وارون رو میخواد که بهت یاد دادم. ولی اگر دقت کنین، چون این مسئله خیلی مهمه، اگر تو گزینه‌هات گفت کدام گزینه وارونه، لازم نیست بری کلش حساب کنی. فقط بیا یک درایه یا یک دو تا درایه نهایتاً، اونی که در همه گزینه‌ها با هم دیگه فرق می‌کنه، اونو به دست بیار. اون عددی که در گزینه‌ها با عددی که تو به دست آوردی یکی میشه جواب تو.